آقای خسرو احمدی به کتاب باز خیلی خوش اومدی قربونتون برم خیلی ممنون اول از همه بگم چقدر خوشحالم که دارم میبینمت منم خیلی خوشحالم خیلی منم واقعا هم خوشحالم هم کیف میکنم آقای احمدی چرا آدم ها شنیدن قصه رو دوست دارن ولی واقعیتش اینه که ما اصلا کلا داستان قصه رو دوست داریم همه ما ها چرا داست. چراش اینه که از بچگی برامون هی گفتن دیگه هی توضیح داریم. ما شرقی ها اصلا قصه گفتن رو از اون اول هیچ چون شنیدیم دوست داریم این چراش چرای کلیه و شما سه تا پسر داریم درسته از کجا میدونی علی با... واقعا میدونی واقعا علی که کارگردان تئاتر تدوینگر رفیق گل ما علی پسرتون چند سالشونه پسر بزرگم علی 69 دومی امیر 72 سومی مرتضی 80 خدا حفظشون کنه قربونتون برم برای شو میخوایم برای بچه‌ها قصه هم میگفتی نه من برای بچه هیچ وقت قصه نگفتم شما برای تمام مردم ایران یه موقعی داستانهایی رو اجرا می قصه, قصه میگفتید آره. اون وقت چرا برای بچه های خودتون قصه نگفتید؟ من هیچ وقت برای بچه هم قصه نگفتم ازشون خواستم که خودشون بخونن چون اینو آموزش دیدم اولین باری که اینو برات بگم که خیلی 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 دوستش دارم و همیشه هم میگم میگم اون به هم یاد داد پدرم خب من تازه خوندن و نوشتن رو یاد گرفته بودم <تصفح> فکر می کنم هفت سال یا هشت سالم بود پدرم به این پیشنهاد داد که این قصه رو بخون این کتاب رو بخون خوندم چه منا. کتابی؟ حقیقت شو بخوای نه اسمشو یادمه نه اسم نویسندهشو یادمه هیچیشو یادم نیست فقط اون مطلب یادم میشه این قصه رو برای بیننده های ما بگین؟ برای بیننده ها برای شما نمیخوای بگم؟ منم گوش میکنم شما میشنویرم قصه دو تا شخصیت داشت یه پدر بزرگ و یه نوه پدر بزرگ کارش این بود که بار می برد توی بازار و نوهم یه دختری بود که نمیتونست را بره صبح به صبح پدر بزرگ نوش رو کل میکرد میوورد سر کار نوش یعنی نوش قالی می بافت و از اون طرف هم می رفت دنبال کار خودش یه روز توی سرما بار خیلی سنگینی به بابا بزرگ خورد وسط های کار متاسفانه بابا بزرگ نتونست به قول معروف از یکی از این بارای سنگین یعنی از اختش بر بیاد و زیر اون بار مون و شبی که قرار بود که بره دنبال نوش متاسفانه نرفت و اون نوه توی برف مون ولی نگران نباشین اون نوه اتفاقات خیلی خوبی براش افته البته دیگه بقیهش رو تعریف نمیکنم که دوست دارم این کتاب رو پیدا کنین بخونین چون اون باعث شد که من واقعا خیلی برای من تحت تاثیر بود چند سالتون بود اون موقع من فکر می کنم 7 سالم بود 7 سال یا 8 از 7 سالگی هنوز قصه آره بود. بعد از 50 خورده سال قصه ها هنو... تو ذهن ما انگار هک میشن آره واقعا سروش ببین اون باعث شد که من اول شاید خیلی مکدر شدم خیلی چون توی اون زمان خب بسیار خب کوچولو بودم خیلی اذیت شدم ولی دوست داشتم که هی شور و شوق پیدا کنم که حالا چیزهای بد رو فقط نخونم چیزهای خوب هم بخونم خب، چه چیزهای خوبی خوندی؟ خیلی چیزهای خوب زیاد خوندم یه ببین... بگیم ببین قضیهش اینه که الان نه. فقط اینو میخوام برات بگم که من هیچ وقت هیچ نویسنده رو تو ذهنم نگر نمیدارم اسمشو هیچ کتابی رو هم اسمش رو تو ذهنم نگر نمیدارم ولی مفهومش رو آره مفهومش م... مثل همان قضیه که شنیدین میگن که ببین چه چیزی رو میشنوی نبین از کی داری میشنوی مفاهیم برای مفاهیم مهم. مهمه خب برای سه تا پسر قصه نخوندی و گفته خودتون کتاب نه. بخونید من هیچ وقت برایشون واقعا قصه نخوندم من یعنی نگم هیچ وقت گهگاهی چرا دوست داشتن میخوندن ولی نه اونجوری دوست نداشتم که بقول مرد من براشون قصه بخونم خیلی دوست داشتم که اونها خودشون بخونن من فقط پیشنهاد میدادم میگفتم که مثلا برای علی میگفتم علی اون کتابه رو میبینی تو کتابخونه فکر میکنم کتاب خوبی باشه یه نگاهی بکن بهش من فقط و فقط بهش میگفتم یه نگاهی بکن. ولی علی چند وقت پیش کاری <applause> رو کارگردانی کرد در تئاتر که پدر شما آقای خسرو احمدی عزیز توش بازی کردید بله من هم. چه جوری بود چه کاری بود یه از, از اون کار بگو از اینکه پسرت کارگردان بود, بود. آخرین کارشو داری میده. آره آره پسرت آخر. کارگردانت بود و تو براش بازی میکردی چه حسی داشتین و آیا اونجا در تاعت چه چجوری داشتین این قصه رو بر مردم تعریف میکردی؟ <تصفح> اینو بهت بگم اول از همه بگم که اون آخرین کار اسمش بود پپرونی برای دیکتاتور از یک نمایشنامه فرانسوی بود که البته فیلمش رو علی دیده بود و نشسته بودن با یک دوستی به نام آقای زنگنه ترجمه کرده بودن و علی نشسته بود دراماتورژی و بازنویسی کرده بود که خوشبختانه خیلی موفقیت آمیز بود. ترجمه شده با اسم اسم. بله بله بله. بله. با, با, نام اسم این اسم کتاب ترجمه بله 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 بله. بله, بله. فکر می‌کنم سرکار خانم هایری هم بله. ترجمه بله. کردن بله. بله. تا که یادمه ولی علی اومد دراماتورژی کرد و دوتا شخصیت بهش اضافه کرد که اون دوتا شخصیت خیلی 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 اتفاق خوبی افتاد توی اون نمایش نامه و خیلی چه حس. حسی بود؟ من اولین باری نبود که رو... کنار علی بودم که خب. من میخوام برای ما این تعریف بکنیم